سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. عدم حضور نماینده حکومت و شورای عالی صلح افغانستان در نشست بین الافغانی در مسکو و واکنش های شورای علمای افغانستان در مورد اختلاف آلمان و فرانسه برای ریاست بعدی کمیسیون اتحادیه اروپا و کشته شدن غیر نظامیان به شمول اطفال در نتیجه حملات هوایی نیروهای سوری بر شهر ادلب در سوریه. سلام، سیرزیا هستم. با برنامه امروز چهارشنبه 29 ماه می سال 2019 خوش آمدید. یادآور میشم که خبرها را هم اکنون با گونه مستقیم در فیسبوک دری صدای امریکا نیز دنبال کرده میتونید. امید میکنیم تا پایان ما را همراه باشید. با تازه ترین ها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. گروه طالبان میگوید که تا خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان آتش بس در آن کشور امکان پذیر نیست. این سخنان محمد عباس ستانکزی عضو ارشد گروه طالبان دیروز در مسکو در حاشیه نشست نمایندگان طالبان با شماره از سیاسیون افغان به خبرنگاران گفت. از سوی دیگر سخنگوی طالبان در صفحه توییتر خود امروز نوشته است که نماینده حکومت افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان در نشست امروز که بین الافغانی خوانده شده حضور نخواهد داشت. یلدا بکتاش آخرین جزئیات مربوط به این نشست را دنبال کرده و هم اکنون در استودیو با ما هستند. یلدا جان سلام، دوباره خسته نباشین. کمی بیشتر در مورد نظریات طالبان اگر معلومات بدین. سیار جان شما هم خسته نباشین و سلام خدمت بیننده‌های محترم برنامه. خب دومین روز نشست مسکو قبل از ظهر امروز با وقت محل برگزار میشه. طبق گزارش‌ها در این نشست سفیر افغانستان در مسکو و آقای خلیلی هم حضور نخواهند داشت. گفته میشه که سیاسیون افغان روی دستیابی به آتش بس در ایام عید فطر پافشاری خواهند کرد و همچنان ذکر شده که به دلیل بحث روی موضوعات بسیار مختلف در این نشست ممکن به روز سوم هم کشیده شود. خروج نیروهای خارجی و آتش بس از موضوعات مهم مورد بحث در نشست دیروز در مسکو بود. گروه طالبان روی موضع قبلی خود پافشاری کرد و گفت که تنها پس از خروج نیروهای خارجی راجع به صلح گفتگو میکند. مهمترین چیز قبل از آغاز مذاکرات احتمالی صلح خروج کامل همه نیروهای خارجی از جمله نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان است. آنان اصلی ترین دلیل و مادر تمام مشکلات در افغانستان هستند. برخی از چهره های سیاسی افغان از جمله محمد حنیف اتمر کاندید ریاست جمهوری افغانستان نیز بر ضرورت خروج نیروهای خارجی تاکید کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان شد. برخی از سیاسیون افغان از جمله عطا محمد نور والی پیشین بلخ از طالبان خواستند تا به احترام عید فطر آتش بس اعلام کنند، اما گروه طالبان میگویند که تا خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان آن گروه حاضر به آتش بس نیست. گزینه دیگر وجود ندارد زیرا کشور ما توسط نیروهای 39 کشور اشغال شده است. این کشورها در افغانستان حضور دارند، حضور نظامی دارند. هر روز آنان مردم را بمباران می کنند، حمله می کنند و مردم بیگناه به خصوص غیر نظامیان را می کشند. گروه طالبان در حال نیروهای خارجی را به کشتن افراد بیگناه در افغانستان متهم می کند که در تازه ترین حملات آن گروه علیه نیروهای امنیتی افغان در غور حداقل 23 نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. حکومت افغانستان همواره گفته است که در صورت تمایل طالبان آماده مذاکره مستقیم با آن گروه است، درخواستی که طالبان آن را رد کرده است. خب از سوی دیگر دومین نشست بین الافغانی مسکو با موجی از واکنش ها در داخل افغانستان روبرو شده. طالبان اعلان کردند که در این نشست سفیر افغانستان رئیس شورای عالی صلح افغانستان حضور نخواهند داشت و تاکنون حکومت افغانستان در این مورد واکنش نشان نداده و کم محتاط بوده. دومین دیدار رهبران و فرماندهان جهادی و سیاسیون افغان با گروه طالبان در مسکو. ملا عبدالغنی برادر دومین فرد گروه طالبان هم در رأس هیئت این گروه است که نخستین بار با سیاسیون افغان دیدار و گفتگو می کند. اما در تازه ترین انکشاف سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اعلام کرده است که رئیس شورای عالی صلح و سفیر افغانستان در مسکو
در این نشست بین الافغانی حضور نخواهند داشت. طالبا آنچه برایشان پاکستانی ها گفتن در نشست مسکو هم او را ارائه کردن. یعنی از اینجا معلوم می شد که نشست مسکو اونگونه که شهروندان افغانستان انتظار دارن این نتایج مثمر و مثبت در قبال نخواهد داشت. از طرفی هم سیاسیون افغانستان که در اینجا اشتراک کردن مخالفان سیاسی حکومت بیشتر به دلیل ازی بوده که وا اعلام بکنن که ما حضور داریم در صحنه سیاسی افغانستان. دیروز وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده بود که سفیر افغانستان در روسیه به نمایندگی از حکومت مواضع کابل را در این نشست بیان خواهد کرد. اما این فرمانده پیشین گروه طالبان میگوید که در نشست مسکو هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود و هدف از برگزاری آن تلاش برای پایان دشمنی ها در افغانستان است. نور مذاکرات لپاره زمینه برابروي او لاره هواروي او د خلکو چې دا ورغلي دي د خلک د اطمینان حاصلېږي او هغه عداوتونه چې مثلا د شمال او طالب ترمنځ راغلي دي هغه عداوتونه د منځ ځي. با این حال مشخص ساختن تاریخ دور بعدی گفتگوها در قطر، آتش بس و جلوگیری از حملات طالبان بر اماکن عمومی و غیر نظامیان در افغانستان از موضوعاتی هستند که در این نشست روی آنها بحث و گفتگو می شود. در روند صلح افغانستان، خود افغانها، کشورهای منطقه، جهان، قدرت‌های بزرگ همه نقش خود دارند. اگر تلاش کنند که در افغانستان صلح بیاید، دقیقاً نقش موثری را می داشته باشد. همزمان گروهی از عالمان دینی در کابل در یک گردهمایی خواهان برقراری آتش بس و پایان جنگ خونریزی ها در افغانستان شدند. به خاطر عظمت ماه مبارک رمضان باید اونا بیاد پروسه صلح شرکت کنه و قطع جنگ و خونریزی بکنه و آتش بس بکنن. به خاطر عظمت از ماه مبارک رمضان و به خاطر عظمت قرآن که در این ماه نازل شده. دومین نشست بین الافغانی مسکو پس از لغو نشست بین الافغانی دوحه که قرار بود با حضور هیئتی از افغانستان یک ماه پیش تدویر یابد برگزار شده است. این نشست پس از 6 دور گفتگوها میان امریکا و طالبان و افزایش نگرانی های روسیه از گسترش دامنه های فعالیت داعش در افغانستان هماهنگ و برگزار شده است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ولی سجرگه غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار نخواهد شد. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که به خاطر فشار زمانی و برگزاری انتخابات شفاف این تصمیم را اتخاذ کردند. خانم نورستانی همچنان گفت که انتخابات شورای ولایتی در انتخابات ولی سجرگه ولایت غزنی پس از انتخابات ریاست جمهوری راه اندازی خواهد شد. اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد این که انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ولی سجرگه دقیقاً چه وقت برگزار خواهد شد ابراز نظر نکرد. دوستا تأخیر در برگزاری انتخابات شورای ولایتی و ولایت البته انتخابات ولی سجرگه ولایت غزنی مشکلات حقوقی جدی را به دنبال دارد. میعاد کاری اعضای انتخابی سنا خاتمه یافته و نمایندگان غزنی هنوز هم در ولی سجرگه اعضای سابقی مجلس هستند. بر بررسی چگونگی تصمیم و تأثیراتش فرصت داریم با محترم میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات که همکنون در استودیوی کابل حضور دارن بحث داشته باشیم. حق پرست، سلام بر شما، خسته نباشین. چرا؟ دلیل اساسی چی است؟ انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ولی سجرگه ولایت غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری چرا برگزار نمیشه؟ بسیار زیاد تشکر. مثل که شما در جریان هستی، در 6 میزان انتخابات ریاست جمهوری همچنان پیش از این ما گفته بودیم که انتخابات شورای ولایتی و ولسی جرگه در ولایت غزنی برگزار میشه، اما بعد از راهزنها و همچنان مشوره ها امرای احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نهادهای ناظر و همچنان تیمای تخنیکی وقتی که این پروسه را ارزیابی کرد، رهبری کمیسیون و در کل گفته میتونیم کمیسیون به این نتیجه میرسد که ما میتونیم که یک انتخابات برگزار کنیم که او انتخابات ریاست جمهوری است. او دلایلش بسیار واضح است. دلیل اولش است که 6 میزان بسیار یک تاریخ نزدیک است و کارهای تخنیکی و عملیاتی و مدیریتی
امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات با نظرداشت قانون انتخابات باید دنبال کنه که یک کار بیشتر دشوار است و همچنان به خاطر محدودیت وقت و امکاناتی که کمیسیون مستقل انتخابات در دسترس داره، بودجه ای که دسترس داره و همچنان قوای بشری که فعلا در کمیسیون مستقل انتخابات کار میکنه و یا هم در بخشی عملیاتی کار آغاز میکنه، به این نتیجه رسیده رهبری که ما بتانیم یک انتخابات برگزار کنیم که انتخابات ریاست جمهوری است. تشکر، معذرت میخوام. این تصمیم شما واضحا آگاه هستین که باعث اخلال مشروعیت مجلس سنا و مجلس نمایندگان میشه و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چند پیش به صدای امریکا خود در موردی که پیشنهاد حتی امریکا برای تأخیر را در این روند رد کرده بود چون این گفته بود. ما از شما تقاضا میکنیم و بیننده ها که صدای خانم نورستانی را که در مصاحبه با صدای امریکا در این مورد صحبت کرده بود یک جا بشنیم، دوباره برمیگردیم به مصاحبه. زمان استدلال ور سره د سیو چې منکه د ولسمشری ټاکنې کوو د دې لپاره چې د خلکو پراخ ګډون د قانون مخي او شفافیت او سرتاسری وسی، نو په دې خاطر باندې شورای ولایتي ټاکنې ډېری مهمې دي. یو خو په سنا مجلس کې زمان کم سناتور صاحبان چې انتخابي دي هغه غیر قانوني دي، وختي پوره شوی دلته قانون نقضیږي. د دې په خاطر باندې باید دا ټاکنو کې د دې موجودیت مهم ده چې دا ټاکنې موږ باید وکړو ځکه مشروعیت ورکو سنا ته. او بل د غزنی ټاکنې دي چې دا هم ډېرې مهمې دي ځکه د فعلن لپاره چې کوم وکیل صاحبان په ولسي جرګه کې حضور لري هغه د تیرو ټاکنو په اساس دي. نو د دې په خاطر چې دغه مشروعیت تامین شوی وي باید دا ټاکنې موږ ترسره کړو. آقای حق‌پرست، شما دو مسئله جدی در این صحبت خانم نورستانی باید متوجه شده باشین. یکی نقض سریع قانون، دوم عدم موجودیت مشروعیت برای مجلس سنا و مجلس نمایندگان. شما به خاطر جلب اعتماد مردم این لحظه چی میخواین بگوین که خانم نورستانی چند روز پیش حتی پیشنهاد الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا را به خاطر تأمین مشروعیت و برقراری قانون رد کرده بود، امروز چی باعث میشه که شما یک بار دیگر نقض قانون میکنین؟ اگر اجازه داده شوه، کمیسیون مستقل انتخابات متکی بر بودجه خود نیست. کمیسیون در امریکا و اروپا نیست. کمیسیون در جهان سیوم، در کشور جهان سیوم در افغانستان است که ایجا وضعیت اقتصادی و وضعیت سیاسی افغانستان ثانیه و دقیقه تغییر میکنه. با نظرداشت امکانات کمیسیون، با نظرداشت شفافیت که حفظ شوه و همچنان کیفیت انتخابات، برای ما هم کیفیت انتخابات ریاست جمهوری مهم است و هم سرعت انتخابات ریاست جمهوری مهم است. و شما میدونید که اگر انتخابات ریاست جمهوری بی شما درست میگین یا خانم نورستانی؟ خانم نورستانی پیشنهاد الیس ویلز رد کرد و گفت که ما به خاطر مشروعیت دادن و قانونی ساختن مجلس سنا و نمایندگان و همچنان اعضای ولسی جرگه ولایت غزنی باید انتخابات را در زمان معین با ریاست جمهوری برگزار کنیم. شما میگین که نه، به خاطر شفافیت باید معطل شود. هرچند که کمیسیون مستقل انتخابات و کار شما در اروپا و آمریکا نیست، اما شما عدم موجودیت بودجه را عامل نقض قانون میدانین یا ناکامی کار شما و حکومت افغانستان را در این زمینه؟ اجازه بدی، امروز هم رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده که ما به شش میزان تنها یک انتخابات برگزار میکنیم که او انتخابات ریاست جمهوری است. اگر انتخابات ریاست جمهوری به بحران بره، شما شاهدش هستی که در این کشور چی میگذره. مهمتر از این است که ما انتخابات ریاست جمهوری با کیفیت کنیم، با سرعت کنیم و شفافیت دهی حفظ شوه تا باز شهروندا اعتمادی که ما از دست دادیم متاسفانه در انتخابات گذشته، خصوصا در انتخابات 2014 ریاست جمهوری، اعتماد و باورمندی، فضای باورمندی زیانمند شده بود. که در این عرصه باز هم کمیسیون تلاش و کوشش خود میکنه که یک انتخابات هم با کیفیت و هم با سرعت این برگزار شوه و در این شک نیست که اهمیت انتخابات شورای ولایتی و ولسی جرگه در ولایت غزنی اهمیت داره. اما وقتی که
بحران به وجود می آید وقتی که کمیسیون از لحاظ بودجوی، از لحاظ امکانات، از لحاظ قوای بشری نمیتونه که سه انتخابات به یک وقت برگزار کنه. معقول است که یک انتخابات برگزار شود و به شکل خوب برگزار شود. من عیس سوال آخر، اگر میخواین بر بیننده ها اعتماد داده باشین، کمیسیون مستقل انتخابات در نهایت کوشش میکنه تا انتخابات شفاف برگزار شود، زمان مشخص شده رویش صحبت کردین که چه زمان انتخابات شورای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی را برگزار بکنین، با چه زمان تاخیر؟ وقتی که بعد از چند روز کمیسیون مستقل انتخابات همراه احزاب سیاسی، نهادهای ناظر، جامعه مدنی و همچنان همراه نخبه های ملت رایزنی و مشوره ها داره، بعد از این کمیسیون اعلان میکنه که ما انتخابات شورای ولایتی و همچنان ولسی جرگه در غزنی با کدام تاریخ برگزار میکنیم. مهم است که مطابق تایملاین شش میزان ما انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنیم و اهمیت شورای ولسوالی و ولسی جرگه در ولایت غزنی هم اهمیت داره و کمیسیون مستقل انتخابات به این توجه جدی داره. ما حمایت میکنیم از این پروسه و کمیسیون هم از شهروندا، از ملت، از احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و از نهادهای ناظر توقع داره تا این پروسه ملی، برنامه ملی را حمایت کنه تا ما به شش میزان انتخابات رئیس جمهوری برگزار کنیم. آقای حق پرست، یک دنیا تشکر از اینکه به برنامه حضور یافتین، با امید موفقیت شما. تشکر شما. از سوی هم اداره حمایت از کودکان یا Save the Children در گزارش تازه خود گفته که 40.9% کودکان در افغانستان، یعنی حداقل نیمه از کودکان در افغانستان، در سن رفتن به مکتب قرار دارند، از رفتن به مکتب محروم میشن. بر بنیان این گزارش از هر 5 کودک واجد شرایط، 2 کودک امکانات رفتن به مکتب را ندارن. این سازمان یکی از دلایل اصلی محرومیت کودکان افغان از رفتن به مکاتب را آزمون‌های امنیتی عنوان کرده است. گزارش حاکی است که در سالهای گذشته مکاتب، معلمین و شاگردان همواره مورد حمله قرار گرفتند و در 5 ماه نخست سال 2008 میلادی حداقل 870 حمله، تهدید و در برابر معلمین، مکاتب و نهادهای معارف و ثبت رسیده. بر بنیادی گزارش در حال حاضر حدود 1000 مکتب از سوی گروه‌های مسلح غیر مسئول، نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین المللی یا تخریب، اشغال و یا هم به خاطر جنگ بسته شده است. خبرهای مهم هم از جهان. اختلاف نظر میان رهبران کشورهای اروپایی در مورد معرفی مقامات ارشد اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. پس از انتخابات اخیر پارلمانی این اتحادیه، رهبران اروپایی دیروز شانه‌زنی روی معرفی سران پست‌های کلیدی در اتحادیه اروپا به شمول رئیس کمیسیون اتحادیه را آغاز کردند. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیز الرحمن دنبال کرده و از اتاق مرکزی خبر صدای آمریکا هم اکنون در برنامه با ما هستند. عزیز جان سلام بر شما، هم خسته و مانده نباشید. چرا معرفی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در اولویت قرار داره و دلیل اختلاف برای ما رو چی است؟ تشکر. خوب، کمیسیون اتحادیه اروپا مهمترین و قویترین رکن در این اتحادیه است، چرا که کمیسیون اتحادیه اروپا از یک طرف صلاحیت اجرایی داره و از طرف دیگر قوانین مربوط به این اتحادیه را هم پیشنهاد میکنه و هم مسئولیت نظارت بر تطبیق آن را داره. در حال حاضر یان کلود شانکر ریاست این کمیسیون را بر عهده داره، ولی پس از انتخابات اخیر پارلمان اتحادیه اروپا، رهبران اروپایی مکلفند که به شمول رئیس این کمیسیون سران 4 پست کلیدی این اتحادیه را عوض کنند. دلیل اختلاف هم نتایج انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا و خواست رای دهندگان اروپایی است. پارلمان جدید این اتحادیه متشکل از نمایندگان احزاب مختلف می باشه و در عین زمان نتایج انتخابات اخیر نشان داده که برای مردم اروپا رسیدگی به موضوع تغییر اقلیم و تامین ثبات اقتصادی اولویت داره. بناً رهبران اروپا باید افراد را معرفی و انتخاب کنند که به همه این جوانب رسیدگی کرده بتانند.
به دنبال پیروزی بی سابقه در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا، ماتیو سلوینی، معاون صدراعظم ایتالیا و رهبر حزب راستگرای تندرو آن کشور، میگوید که موفقیت احزاب میلیگرا در کشورهای بزرگ شامل اتحادیه اروپا بیانگر تغییر در این اتحادیه می باشد. نه تنها حزب ما در ایتالیا اول است، بلکه مارین لیپن در فرانسه اول است و نایجل فراج نیز در بریتانیا اول است، بنان ایتالیا، فرانسه و انگلستان. این نشانه از اروپا است که تغییر می کند. اما گی ورهافستاد، رهبر ائتلاف لیبرال ها و دموکرات ها در پارلمان اتحادیه اروپا، نظر برعکس دارد. پیروزی بزرگ از لیبرال ها بود. ممکن شما در شب انتخابات آن را درک نکرده باشید، اما ما بیشترین کرسی ها را کسب کردیم، بیش از 40 کرسی، و این کار ائتلاف ما را بزرگتر می سازد. احراز کرسی های متعدد توسط احزاب سبز، لیبرال و احزاب مخالف بعضی از پالیسی های اتحادیه اروپا می تواند منتج به یک پارلمان منقسم شده این اتحادیه گردد. ولی با وجود آن که احزاب طرفدار اتحادیه اروپا تا حد حمایت خود را از دست دادند، اما توانستند که در پارلمان این اتحادیه موضع خود را حفظ کنند. رهبران سیاسی می گویند که رای دهندگان این را واضح ساختند که رسیدگی به موضوع تغییر اقلیم و تأمین ثبات اقتصادی در سراسر اروپا برایشان اولویت دارد. مارک روتا، صدر اعظم هالند، میگوید که برای 5 سال آینده موضوع تغییر اقلیم و ثبات اقتصادی در اروپا در صدر فهرست کاری پارلمان اتحادیه اروپا قرار خواهد داشت و این کار بر انتخاب رئیس آینده کمیسیون اروپایی نیز تاثیرگذار خواهد بود. اگر اولویت ها در مورد تغییر اقلیم و اقتصاد قوی تر باشد که در برگیرنده موضوع مسئولیت، موضوع مهاجرت و دفاع سرحدات نیز می باشد، پس فکر می کنم که گام بعدی بحث روی انتخاب یک شخصی خواهد بود که برای پیشبرد این امور مناسب باشد. در کنار انتخاب رئیس جدید کمیسیون اروپایی، مقامات دیگر این اتحادیه که تا پایان امسال عوض خواهند شد، شامل دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی، ماریو درگی، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا و فدریکا موگرینی، رئیس مش خارجی این اتحادیه می باشند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. در حالی که نیروهای حکومتی در سوریه برای کسب کنترل آخرین محل تحت کنترل شورشیان در آن کشور کوشش میکنند، سازمان ملل متحد هشدار داده که ادامه عملیات نظامی بر تلاش‌های امدادرسانی در ولایت ادلب در سوریه تأثیر خواهد گذاشت. خبرگزاری اسکای نیوز گزارش داده است که شفاخانه‌ها و مراکز صحی در ولایت ادلب توسط رژیم سوریه فعالانه هدف حملات قرار گرفتند. از 3 ماه اپریل تا کنون جنگ در ادلب و مناطق اطراف آن از زمان شدت یافته است که نیروهای سوریه در حالی که موجی از بمباران شدید را در منطقه پر از جمعیت انجام داده اند، شروع به حمله به جنوب غرب نمودند. در این حال سازمان ملل متحد بروز سه‌شنبه هشدار داد که عملیات نظامی بیشتری در مناطق مربوط ولایت ادلب در شمال غربی سوریه موجب تشدید تلاش‌های کمک رسانی خواهد شد. معاون سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت گفت: امروز بدون شک شما اعضای این شورا از وضعیت تراژدی گونه اوضاع در سوریه واقف هستید و به وضوح میدانید. سوال امروز این است که شما برای حفاظت از غیر نظامیان در ادلب چی خواهید کرد؟ این آخرین نمونه شناخته شده قابل پیش بینی و قابل پیشگیری از یک فاجعه انسانی است که پیش روی ماست. کارن پیرس، نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد، اعتقاد شدید خود را بر آن ابراز داشت که حکومت سوریه عمدن شفاخانه ها را در ادلب هدف قرار داده است. بدون تحقیقات مستقل بسیار دشوار است که گلوله‌باری به شفاخانه ها محاسبه شود. اعتقاد بسیار قوی برخی از اعضای شورای امنیت این است که این امر عمدی است و این به این دلیل است که یک مکانیزم کاهش جنگ توسط سازمان ملل وجود دارد. اما شفاخانه ها که در آن مکانیزم شاملند خود مورد هدف قرار می گیرند. برای اسد، ادلب آخرین درجه مستحکم قبل از آن است که بتواند پیروزی نهایی را در برابر گروه های مسلح و مخالف دولت پس از 8 سال جنگ داخلی اعلام کند. نماینده بلژیم در سازمان ملل گفت کشورش مسئول قطعنامه های شورای امنیت است. سفیر سوریه گفت آنچه سوریه انجام می دهد
دقیقاً همان چیز است که فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و دیگران برای مبارزه با حملات تروریستی انجام دادند. بشار جعفری سفیر سوریه همچنین ترکیه را متهم به حمایت از گروه های تروریستی در ادلب کرد. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. پسته بدیل کوکنار. زارعین در ولایت قندهار درخت پسته می کارند. آنان می گویند که پسته بدیل خوبه برای کشت کوکنار است. مواد مخدر قاتل خاموش. در حالی که ارگ ریاست جمهوری افغانستان خواهان تحقیقات روی ادعای سوء استفاده جنسی از زنان شده است، رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن به این موضوع واکنش نشان داد. او در اشاره به ادعای اخیر موجودیت فساد اخلاقی در ریاست جمهوری افغانستان میگوید به هیچ وجه سوء استفاده جنسی در سیاست و پالیسی حکومت افغانستان جا ندارد. اینو کامل میگم که در حکومت افغانستان، در سیاست و پالیسی حکومت افغانستان هیچ نوع بهتر موارد گنجایش وجود نداره. خب اگر افراد و اشخاص مثلا کارهایی کردن که خلاف اخلاق و عرف و انسانیت بوده، ممکن است، یعنی من نمیگم که اونا کردن یا نکردن. البته من از این آگاه هستم که برای لوی ساران والی این موضوع سپرده شده که اونا این مسئله را به جدیت عام و تام پیگیری کنن. خانم رحمانی نظارت را شب گذشته در مراسم افطاری که در سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی ترتیب شده بود بیان داشت. در این محفل عده‌ای زیادی از افغان‌های مقیم ایالت‌های ویرجینیا، واشنگتن و مریلند، البته شهر واشنگتن و ایالت مریلند اشتراک داشتند. وقت میلیون‌ها نفر هر روز با هیجان کار می‌کنند، چه در مزرعه و یا در دفتر، چه در جاده ها یا در سرحد و سنگر، در استادیوم و یا هم در سطح جهان. اگر به دلیل کمبود وقت نمیتوان قصه این همه افغان ها را که مشتاق حرکت به پیش هستند به تصویر کشید، پس چرا یک مشت کوچک مردم این تصویر را به جهان میدهد؟ به هدف نزدیکیم، اما هنوز به آن نرسیدیم. باید بیشتر بکوشیم. برای رسیدن به هدف با ما همراه باشید. تنها با تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. به حال نظر می‌افکنیم بر رویدادهای جالب در گوشه و کنار دنیا در گزارش از همکارم خدیجه هما الکوزه. استرالیا. رقبای 85 کشور در یک رقابت پرواز طیاره‌های کاغذی در شهر سالزبورگ گرد هم آمده و برای برنده شدن تلاش می‌ورزیدند. در این رقابت که حدود 176 نفر شرکت داشت، کاترینا از روسیه توانست مقام اول را به دست بیاورد. رومانیا. نخستین پرواز بشقاب پرنده در رومانیا انجام یافت که توانایی پرواز در ارتفاع کم را دارا است. طراحان تلاش دارند تا در آینده نزدیک بشقاب پرنده های پیشرفته را توصیه دهند. چین. کودکان سراسر جهان مهارت های خود را در یک رقابت بایسکل رانی در شرق چین به نمایش گذاشتند. در این رقابت سرعت، گذشتن از موانع و حفظ تعادل بایسکل مد نظر گرفته می شد. و از سوی دیگر در 20 رقابت دوش بر دیوار چین، حدود 1500 ورزشکار از 67 کشور شرکت ورزیده بودند. در این رقابت یک ورزشکار استرالیایی در ظرف 3 ساعت و 25 دقیقه این مسافه طویل را پیمود.
اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. با سپاس از همراهیتان، بخش دری در همینجا به پایان میرسه، اما در نیم ساعت بعدی همکارم شایسته سعادت نامی میزبان شما خواهد بود. شایسته جان سلام دوباره.